وطنم سرزمین عشق و غزل، وطنم نور و آب و عطر و عسل، وطنم چشمه سپیده و شیر، وطنم آفتاب عالمگیر، وطنم دست خط تاریخی نه زمینی که ماه و مریخی، وطنم آنکه سینه جایش بود، آنکه دنیا به زیر پایش بود، گل لبخند از لبش جاری، وطنم سرزمین بیداری، خفته بر بام آسیا وطنم، شاه بیت قصیده ها وطنم. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 15 بهمن ماه، 4 فوریه به شما سلام میکنم. این شعر وطنم و کاملش رو براتون خوندم، امروز به یه دلیل دیگه خوندم، به دلیل اینکه یکی از فرزندان وطنم کنار من هست، انسانی که وقتی به دنیا آمد ملتی شادمان شد، انسانی که در کودکی در لباس نظامی در مراسمی که پدرش برپا کرده بود حرکت کرد، اون زمانی که شاید دلش میخواست با هم کلاسیاش بره یا با بچه هم سن و سالش فوتبال بازی کنه، اما قرص و محکم قدم زد و آمد. در نوجوانی یا آغاز نوجوانی خلبانی رو آموزش دید و همه فکر میکردن وقتی پدرش بره او میآید و سومین آرزوی مشروطیت رو تحقق میده. پدر بزرگ زیرسازی کرده بود، پدر روسازی و تحولات اجتماعی، حالا نوبت دموکراسی و آزادی میرسید که او وظیفه برقراری آن را در وطن داشت. اما یه دفعه یه قیچی اومد اون وسط رو برید، رهبر محبوب من از سفر آمد، دیو بیرون رفت، دیوی که میگریست برای وطنش و فردای ایران. فرشته‌ای که آمد با اون هیچی بزرگ که در صورت ملت ایران پرتاب شد، آمد و کشت و ویران کرد و سوخت و بعد رفت، برهنه رفت، بر سر دست مردم از توی تابوت فرو کشیده شد بر زمین لخت و عریان. اما آن که با چشم گریان رفته بود با شکوه و عظمت در قاهره تشییع شد و حتی حالا هم دختر آقای رفسنجانی بر مزارش حاضر میشه، هم آقای احمدی نژاد. سلام عرض میکنم شاهزاده رضا پهلوی. درود بر شما. ممنونم از بودنتون در استودیو ایران فردا. خب ما از اول بهمن شروع کردیم یه سری برنامه‌هایی رو در رابطه با انقلاب، واقعا چه گفته شد، چه شنیدیم، چه اتفاقایی افتاد. درست در آستانه انقلاب شما 17 سالتون بود و یک سال بعد شما 18 سال و سن قانونی، و بعدم با توجه به بیماری پدرتون شما مسلما هم پدر شاید علاقه داشت کنار بره، تجربه پدر بزرگ رو با شما هم تکرار کنه، یا زمان بالاخره عمر به سر می آمد. امروز شاهزاده رضا پهلوی بعد از 35 سال وقتی نگاه میکنه چه احساسی داره؟ با مردم چه و چه اشتراکی داره؟ چه انقلاب رو چه جوری میبینه؟ فکر کنم بهترین نتیجه یک بررسی عمق آنچه که گذشت رو امروز در روحیه و دید نسل امروزه کشور میتوان سراغ گرفت. نسل هایی که به کلی بیگناه هستند از وضعیتی که درش زندگی میکنند، اما به عناوین مختلف تجربه پدر و مادرانشون رو، آنچه که در اون زمان بوده، تفکرهایی که بوده، اشتباهاتی که شده، درسهایی که آموخته شده و قیاسهایی که برای آنها قابل لمس نبوده چون نبودن خودشون، اما امروز میشنوند، و شاید فراتر از این نوع جنبه ها بازگشت به یک درک از هویت، هویت به مفهوم ایرانیش، هویت به مفهوم خصلت ایرانی، جوانمردی، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، آنچه که در قالب این نظام درست عکسش اعمال شد. کشوری بودیم که یک ایرانی به خودش افتخار میکرد، هر جا که میرفت با روادیدش بهش احترام میگذاشتن،
امروز کشوری شده که به جای که ژاپن خاورمیانه باشه شده کره شمالی. مردم که عوض نشدن، خصلت‌های ما که عوض نشدن، نیروهای انسانی و دیگر مملکتمون که عوض نشده. چی بوده که عوض شده و کشور ما به جای که به اون سمت پیش بره رسیده به لب پرتگاه نابودی؟ حاصل این 34-5 سال برای من لااقل این بوده که اثبات مجدد این که بیدلیل نیستش که کشور ما در طول قرون علارغم همه گونه تعارض، چه از بیرون چه از درون، همچنان روی پای خودش تونست بیسته، هزار جور مسائل مختلف رو گذر کرده، هر بار چیز جدیدتری رو آموخته. اما اکنون کجاییم؟ من اصولا کسی هستم که نگاهش همیشه به جلوست، به عقب بر نمیگردم نگاه بکنم. اگر بر میگردم برای تحقیق بیشتر و درک و یه مقدار آسیب شناسی هاست، ولی در آینده و با یک دید آینده نگر به مسائل برخورد میکنم. خب امروز فکر کنم یکی از چیزهایی که میشه بیشتر و بیشتر راجع بهش پرداخت، به خاطر اینکه امروز جامعه پذیرای این هست یا خودش درک کرده که بایستی از این وضعیت در بیایم، چاره به غیر از فکر کردن، فکر عمیق کردن، از نو ساختن، باز ساختن و به جلو رفتن هستش با استفاده از تمام این تجربیات. شاید ما یه بدهی تمدنی به یک فاکتور مذهب می داشتیم، همون حرف کسروی هم می زنیم. دقیقا شاید لازم بود برای درک سکولاریزم، برای درک تفاوت بین آزادی مذهب و خود مذهب با حکومت مذهبی و عواقبش. دقیقا، یعنی اینجا شما دقیقا دارید اون تایید می کنید این دوران کمک کرد مذهب هم شناخته بشه. دقیقا. و از این آلودگی روحانیت سلطه‌گر بیاد بیرون، برای اینکه مسلمانان هستن. دقیقا. آخه تفاوتی بین خامنه‌ای و آیت الله بروجردی باز باشه بالاخره. دقیقا تفاوت در اینجاست و این یه فاکتور بسیار مهمی است در جایی که ما می‌بینیم که دلایل عمده‌ای که شاید پیشرفت دموکراسی فقط محدود به آزاد نبودن فضای سیاسی نیست، بلکه فاکتور مذهب علل خصوص در کشورهای مسلمان، از افریقای شمالی بگیریم کشورهایی مثل الجزیره، تونس، مراکش و غیره و حتی خاورمیانه به مفهوم عربستان، جاهای دیگر، همه اینها رو در نظر بگیریم، حالا چه شیعه چه سنی، ما رو به این جایی باید برسه که اون امنیت منطقه‌ای، روابط حسنه خیلی فراتر از این هستش که ما فقط یک نگاه درونی داشته باشیم، یک ارتباط اجتماعی انسانی باز بین ما باشه. اگر دنیا به جهتی میخواد کار رو ببره که این مسائل ادامه پیدا کنه از روی هر منفعتی، ما باید حساب خودمون رو بکنیم این وسط که چی به نفع ما هست. شازد رون قسمت دنیا و نگاه و ارتباطش رو بهش میرسیم. حالا من میخوام به این نقطه بپردازیم که تو صحنه اپوزیسیون الان ما نگاه بکنیم، مجموعه های اینجا و آنجا داریم، اما دقیقا در وضع امروز یک شاخص یا آدم مشخص وجود داره، اونم شما هستی. این آدم مشخص رو من همیشه به عنوان یه asset بهش نگاه میکنم، میگم این یه سرمایه ایست که در اختیار مردم ایرانه و این سرمایه روزی باید وسیله بشه برای گذار به مرحله دموکراسی. چون بدون اینکه بخوام قدر دیگران رو بیارم پایین، حداقل از نظر شناخت درون کشور و اینکه جوانان با چه کسی بیشتر الفت و ارتباط روحی دارن، شما مطرح میشه. شما با توجه به این نقشتون الان چیکار دارین میکنین؟ چون این سوال مطرح میشه که خب شاهزاده درست استه، ولی چیکار دارین میکنین؟ البته خیلی کار هست که بایستی انجام بشه و من علاقه من هستم که پیگیرش باشم و انجام بدم، اما خیلی خلاصه در سطح کلانش بیان کرده باشم، چند مورد به خصوص هست که بسیار حائز اهمیت است. ببینید اون زمانی که مرحله رسید که خود شما اشاره کردید، فراتر از زمان پدر بزرگم، یعنی در زمان پدرم و در نتیجه مقدار زیادی تحولات از انقلاب سفید بگیرید و اون مدرنیزاسیون و از یک سیستم ملوک التوایفی در آمدن و وارد یک عصر به اصطلاح متفاوتی شدن،
پارالل با هر نوع مسئله مربوط به آموزش پرورش، نهادینه شدن نهادهای سیویل یا به اصطلاح جامعه مدنی، جامعه مدنی، خب مسلما مشارکت مردم در فضای سیاسی هم باعث بررسی میشد. خب اون زمان که جنگ سرد بود به دلایل پر واضحش خلایی بود از نظر ساختارهای فرض کنید حزبی. خب حزب توده قوی بود، اونم به خاطر اینکه پشت سرش شوروی حمایت میکرد، اما یک تعادل و موازنه قوا به مفهوم سیاسی در بستر بزرگش نبود. قضیه هم که کشید به حزب رستاخیز که دیگه نور علی نور شد به جای که بیایم سیستم چند، حالا بگذاریم وارد اون بحث میشه، اون بحث گذشته، ولی بحث الان رو میخوام یه نمونه براتون بگم. ببینید چه از دید خودی چه از دید خارجی به قضیه نگاه بکنیم. تا زمانی که جنگ سرد وجود داشت، بسیاری از دول بخش دنیای آزاد حامی بسیار کشورها و رژیم‌هایی بودند که الزاما نظام‌های دموکراتیک نبودند، ولی در مقابله با شوروی لازم بود که به نوعی حفظ بشن. من میخوام نمونه مصر رو براتون. بله. خب فرض بگیرید که تا اون زمانی که شوروی شوروی بود و گورباچف هنوز نیومده بود، خب طبعا یه نوعی بالاخره وضعیت رو در مصر حفظ میکردن. خب موقعی که آقای مبارک اومد سر کار بعد از اینکه پرزیدنت سادات متاسفانه به قتل رسید، خب اون موقع همچنان اون بهانه اخوان مسلمین و این مسائل بود. خب اما من میخوام از اینجا شروع کنم که پس از اینکه اون دوران تموم شد، ما صحبت از سال 85 میلادی رو میکنیم، یعنی حداقل یک ربع قرن قبل از جریانات بهار عرب و میدان تحریر و اینا. 25 سال فرصت بود که دنیا بیاد بگه از این به بعد بایستی سیستمتون رو لیبرالایز بکنیم. ما به شما کمک میکنیم، کمک میکنیم میتون در ساختن احزاب، کمکتون میکنیم در تقویت جامعه مدنی. چرا؟ برای که اگر خلایی به وجود بیاد اون خلا رو بشه پر کرد. نکردن، نتیجه این شد که خب طرف رو مجبور شدن بکشن پایین تحت فشار درونی و خارجی. خب آقای مرسی اومد سر کار. حالا من میخوام به ایران بچسبم و روی سخنم با همیهنانمون هست. حالا اپوزیسیون به جا خود محفوظ. ببینید اگه ما میخوایم یه روزی و هرچی زودتر برسیم به دموکراسی به مفهوم اخص کلمه‌اش، یعنی شرایطی در اون مملکت باز فراهم بشه، موضوع صرفاً داشتن یک نظام عرفی فرض کنید یک دموکراسی پارلمانی سکولار که بدیهی است که اکثریت خواهان این هستند، فقط نگارشی قانون اساسی یا داشتن یک مجلس مؤسسان یا یک مجتبی نیست. دموکراسی به مفهوم روزش رقابت احزاب هست در تشکیل دولت‌ها برای اجرای سری برنامه‌های اقتصادی سیاسی. حال من از همیهنانم هم می‌پرسم، یکی از چیزهایی که هرگز بهش دقیقاً نپرداختیم و جا داره که از همین اکنون بهش بپردازیم، سوای تمام مسئله مربوط به طرح‌های بازسازی، اینکه در یک دولت انتقالی چه مسئولیت‌های دولت باید داشته باشه، چه مسائلی باش مواجه خواهیم بود که بحث بسیار مفصلش سر فرصت باز راجع به این صحبت کنیم، ولی میخوام برگردم به اصل موضوع. این هستش که ما در قالب اپوزیسیون، اپوزیسیونی که در کل مخالف نظام هستند اما الزاماً همسو در یک آلترناتیو به مفهوم شکل نظام نیستن. من همیشه اینو گفتم، از این فرصت میخوام استفاده کنم. دعوای اصلی بین نیروهای اپوزیسیون دموکرات شکل نظام بوده در اینکه جمهوری باشه یا پادشاهی، در صورتی که این یک دعوای بی اساسی است، چون شکل نظام واقعا انقدر مهم نیست که محتوا درست باشه. و من همیشه این سوالو کردم، چه از جمهوری خواه چه از طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی مثلا، که شما آخرش دیدگاه حزبی چیه به آینده کشور؟ مثلا لیبرال دموکرات هستی یا مثلا سوسیال دموکرات هستی؟ و تعجب میکنم که چطور یک جمهوری خواه سوسیال دموکرات یا یک طرفدار نظام پادشاهی سوسیال دموکرات بر مبنای همسویشون سر یک پایه حزبی با هم ایجاد تشکل نکردن و همچنان دعواشون حیدری نعمتی باقی مونده. اگر درست فکر بکنید، سوال من این هستش که در فردای اون رفراندوم که نهایتاً شکل نظام تعیین شد، از روز بعد میخوان چیکار کنی؟ واقعا جمهوری خواه به جمهوریش برسه یا مشروط خواه به مشروطش برسه؟ روز بعد میخوان چیکار کنی؟ کدوم حزب، کدوم تشکل که فردا برین رأی بدین، انتخابات آزاد داشته باشین، تشکیل حکومت بدین؟ آیا جایی نیست که از همکنون فکرش باشیم؟ حالا جمهوری اسلامی میخواد 5 سال دیگه فروپاشی بشه، 2 سال دیگه، 20 سال دیگه، فرق نمیکنه، از حالا بس به فکر اینا بود. این یکی از کارهای ایجاد آلترناتیوی که در کلیات با هم توافق دارن، حالا اون شکل حکومت رو میذارن برای بعد. ببینید نگرانی معقولی که یک شهروند ایرانی امروز میتونه داشته باشه در نبودن یک آلترناتیو یا گزینه ملموس از ترس اینکه از این بدتر نشه در یه خلای دیگه، خیلی واضحه.
حالا چه کف خیابون باشه، چون کنارش امکان میبینه، عراق رو میبینه، مصر رو میبینه، بقیه رو میبینه. و این مهمه، حالا چه کف خیابون اینو فکر کنه، چه استاد دانشگاهش. اینجاست که باید به چالش بکشیم خودمونو که زمینه رو فراهم بکنیم، چون مطلقا این نظام نمیتونه بقا داشته باشه و شما این مسئولیت رو به عهده گرفتید. من نمیگم من تنها، ولی من فکر میکنم این جزء مسائل کلیدی است که باید از همکنون راجع بهش فکر بشه و کار بشه. نذاریم به اون روزی که تازه بگیم حالا چی، از حالا باید فکر بشه که اون خلایی که تو مصر پیش اومد پیش نیاد، وضعیتی که در سوریه هست پیش نیاد. بله، من چون میدونم شما وقت بسیار گرانی دارید و چند جا هم باید برید، این سوال آخر ازتون میپرسم. غرب بعد از آمدن آقای روحانی که انه آسمان باز شده، یه فرشته ای از آسمان اومده، همون احساس و احوالاتی که در مورد آقای خمینی داشت در مورد ایشون داشت. آقای روحانی چند روز قبل اومدن گفتن بنده، مردم من انتخاب نکردن، آقای خامنه ای رو انتخاب، در واقع ایشون، من 16 سال نمایندش بودم و ایشون اسباب عزت ایرانه. مردی که میگه رفتن کنار مزار کوروش ننگ و آره، این آدم اسباب عزتی رو کای ندارم. این غربی ها اینقدر شادمان شدن انگار واقعا یه کسی دیگه اومد، یه چیزی. شما در صحبت هایی که با اینا میکنی چی بهشون میگی؟ خب قطعا اگر برداشتشون اینه که رژیم عوض شده یا اصلاحاتی انجام شده، که خب سخت در اشتباه هستن، چون در اصل در اساسی چی عوض نشده، 140 تا اعدام شدن تو همین چند ماه. دقیقاً. حالا ممکنه که موقعی که میخوان بیان در نیویورک یک سخنرانی بکنن، مثلا نسرین اسطوزاده رو آزاد میکنن، ولی پشت سر چهار تا دیگه رو میکنن زندان، یا امروز یکی رو آزاد میکنن فردا دو نفر رو اعدام میکنن. من فکر نمیکنم که کسی این وسط در لااقل در ایران اخفال شده باشه، ولی خب دید جهانی متاسفانه بعضی وقتها خیلی سطحی است و شاید بسیاری از اطلاعاتی که بقیه ما داریم الزاما ندارن. خب یکی از چیزهایی که کاملا یادآورشون میشه که چیزی به اون شکل عوض نشده، چون الان تمام تمرکزشون صرفا تو مذاکرات هسته‌ای است، همین نقض حقوق بشر هست در ایران. در همین هفته که در پیش هست که رژیم طبیعتا دهه به قول معروف فجرشون اجرا میکنن، ما هم در مقابل داریم دهه زجر رو اعلام میکنیم. و این مسئله است که هماهنگ کردیم با کنشگران سیاسی مدنی در داخل کشور، زندانیان سیاسی که در مقابل این حکومت کرد، نه به حلقه هایی که خواستار مسئله هستن مثل لغو حکم اعدام، نه به خشونت و خیلی مسئله که امروز در ایران مطرح هست و مهم هست که دنیا بدونه که ما بی تفاوت به این نیستیم که چه عکس العملی نسبت به این مسئله میگیرن، که موضوع فقط این نیست که اورانیوم رو برسونن به 5% غنی شدن، یا چقدرشو اکسید میکنن، چقدرشو چه میکنن، چقدر از برنامه های سانتریفوژا عوض میشه. مگه این موضوع نهایتا برفرض که حل شد، اصلا فرض نهایی دیدین هیپوکرسی، اسد اومده 1500 نفر با شیمیایی کشته، 150 نفر کشته، الان تا داره شیمیایی رو میده داره تبدیل میشه به آدم خوبه. یعنی در مورد جمهوری اسلامی هم میلیاردها دلار پول ملت رفته تو این سالها برای این، و حالا خیلی ساده دارن کارنامه خوبی بهش میدن. ببینید بعضی وقتا که این مسئله رو مطرح میکنم، حالا چه در بخش دولتیشون چه در بخش خصوصیشون، تا میان مسئله دیپلماسی رو مطرح میکنم، میگن خب بالاخره ما از پس چینم بر اومدیم و مذاکره محتمل و اینا. نه آقا جان، دو تا حالت متفاوت هست اینجا. برای که شما در چه در چین چه در کره شمالی انگیزه صدور یک انقلاب ایدئولوژیک همراه با تروریست رو نمیبینید، در صورتی که جمهوری اسلامی برای بقای خودش تازه خیلی فراتر از متدولوژیش، اصلا حیاتش بستگی به زدیت با تمام پایه‌های تمدنی همون غربی است که میخواد باش مذاکره بکنه. ببینید من چیزی که به امریکایی‌ها یا به فرانسوی‌ها یا به انگلیسی‌های دیگران میگم این استش که در همون جنگ سردی که صحبتش بود، شما دو تا قطب کاملا متضاد داشتید. از یه ور آمریکا و همپیماناش بودن تو یک دید بازار و آزاد و کاپیتالیسم و چی، در مقابل شوروی جهان وطن توتالیتر فلان بساط. خیلی خوب، اما این دو قطبی که کاملا قدرت‌های نظامی هم در اختیارشون بود، میتوانستن در یک فضای مشترک به قول معروف متمدن یا رشنال که در واقع میگن منطقی با هم حتی قرارداد ببندن. بله. که همدیگر رو متقابلا از بین نبرن. اما آیا میتوان گفتش که این رژیم با این ذاتش اصلا میتونه همراه باشه تو اون فضای مشترک همزیستی؟ غیر ممکنه. نمیتونه جمهوری اسلامی از یک ور بر اساس فلسفهش با دنیایی که صحبت از حقوق بشر و اعلامیه جهانی و اینجور مسئله میکنه اصلا همزیستی داشته باشه که بتونه قراردادی ببنده که اصلا قابل اعتماد و قابل اجرا باشه، و این رو هم در عمل خواهیم دید.
ببینید من نمیگم که نباستی شانسی داد که با مذاکره یک به قول معروف دندونی از این خرس کشیده نشه، ولی من تعجب میکنم از دنیا که میدونه چقدر این مصیبت داشته این حکومت که اصلا اساس گرفتاری از روز اول به خاطر این رژیم تو منطقه شروع شد، مثل یک تمساحی است که زخمی شده ولی به جایی که سرشو به کلی بکنی زیرا بشه تراب نجات دارین میندازین، ماهی هم میزن روش. من که سیر نمیشم، ولی ایشون فرصتشون بسیار کوتاهه. حالا من یه سوال از شما دارم. شما ترجیح میدادید یا آدمی شاهزاده رضا پهلوی در هر مقامی بگید نخست وزیر، پادشاه، رئیس جمهور، نمیدونم اسمشو من نمیذارم چون اون تکلیفش شما روشن بود، دوست داشتید ایشون نماینده کشورتون بود یا آقای محمود احمدی نژاد، سید حسن روحانی، سید علی نایب امام زمان، کدوم اینا؟ فقط نگاه بکنید به منظر ایشون، من بقیه رو میذارم وقتی حرفاشون رو شنیدید خودتون قضاوت کنید. با ما باشید. مرسی. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغم زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم وطنم وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این شبنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. با درود دوباره خدمت همه شما عزیزان. خب گپ کوتاه ما رو با شاهزاده رضا پهلوی دیدید. هنوز وقتی من مقایسه میکنم حرفا رو میسنجم، مثلا کاری با لقب پسر شاه بودن یا شاهزادگی ندارم. هر بار که میبینم ایشونو نسبت به تحولات داخل ایران، منطقه، بین المللی آگاهی بیشتری نشون میده. آدمی که پیگیر کار هست، میخونه، مطالعه میکنه. و حالا بعضیا علاقمند بودن که ایشون بیاد وسط میدون و بهرام گور بشه، شمشیر برداره.
تو قرن 21 نمیشه. مصالح جهانی جلوی آدمو میگیره، خیلی کارا رو نمیذاره آدم بکنه. ولی به هر حال همین که آدم حواسش جمع باشه، استی که هست این است رو ارزان از دست نده، بسیار مسئله مهمی است. شنیدید حرفاشو؟ در گفتگویی هم که در حاشیه این مصاحبه با هم داشتیم از لحظه که ایشون اومد اینجا، در باب انتظاراتی که مردم دارن، حالتی که در جامعه ما ایجاد شده، تصور کنید یه مردمی بیزار از حکومت آخوندی هن. ولی وقتی یک روحانی نمیدونم بنفش بر شانه انداخته رو میبینن، شال بنفش، شادمان میشن. چرا؟ چون مردم واقعا به نقطه ای رسیدن. دیروزم تو امروز تو صحبتام گفتم سید، نه شیخ حسن، اون سیدش اضافه بود، بنده ایشون سیدم کرد. حالا گوین که فرقی بین سید و عام وجود نداره. مثلا بنده سیدم، حالا چه مزیتی دارم سید بودن؟ به این دوست شاعرم سید علی صالحی همیشه میگم آقا این چه اصراری داره سیدشو با صدای بلند بگوید؟ چون مزیتی برای انسان نمیاره، مگر در اولاد و احفاد اهل بیت نبودن خاندان حضرت علی. چه کسانی ظالمانی که یکیشون در مازندران در آمل یا بابل حکومت میکرد و اینقدر آدم کش که اصلا بعدم 200 کیلو وزن شده بود، مرگش هم بر اثر خوردن 10 من تخم کدو بود. گفت براش دوم کردن این روستاییان بیچاره، نشست مشمش خورد تا مرد. یعنی دلیل برای این داره که سید باشه. اینقدر سادات، این آدمایی که این همه آدم کشتن، موسوی تبریزی مگه سید نیست؟ چقدر این آدم کشت. شخص حضرت آقای خمینی چه کرد به مملکت ما؟ باری به هر روی بگذاریم. قبل از اینکه بریم توی جلسه بسیار مهم روز 16 بهمن ما در حضور آقای خمینی، یک ویدیو دیدم. این آقای ارتش بود ازهاری به درد هر کاری میخواد جز رئیس ستاد بودن. آدم خوبی بود، قالی فروشی داشت مثلا، آدم خوبی بود، یه مغازه ماسبندی داشت، بسیار خوب بود. حالا هر چقدر دانش نظامی داشت، اما این نظامیگری تو کتش نمیرفت. همون روزی هم که اومد تو مجلس، که به جای او اگر اون زمان شاه دکتر بختیار رو آورده بود، دکتر صدیقه، حتی میخوام بگم دکتر امینی رو، کار به اینجاها کشیده نمیشون. وقتی مردم هیبت یک نظامی رو دیدن که رئیس حکومت نظامی است، آدمی که اومده میگه که بله ما صدا رو شنیدیم، بعد خانوم گفتیم دوربین بیار، انداختیم دیدیم نواره، که روز بعد اون شعارا رو بهش بگن. فقط برای حالا یاداوری هم شده، حالا چه بگویم، یه نگاهی بکنیم به آقای ازهاری. اومده تو مجلس ژنرال با لباس نظامی، حالا لباس سویل هم نپوشیده، با لباس نظامی، بعد بیا تبدیت و ابی لهب بخونه. نگاهش کنیم. از بچه هایی که میتوانستن گولشون بزنن، عقلشون هنوز به جای نمیرسه، اینها رو بردن، آموزش دادن، طرز خرابکاری بهشون یاد دادن، طرز کشتن یاد دادن، جودو و کاراته و تکواندو و تمام این چیزهایی که امروز هست خوب ورزیدش کردن. در با لطائف الهیل اشخاص فاسد، اشخاص نادان، اشخاصی که نمی توانستن اون کار رو انجام بدن، اینا رو هم بردن در جای مختلف نشوندن. طبعا مردم ناراضی شدن، اینها داخل ما هست، ولی دستور نه از پدرش میگیره، نه از مادرش میگیره، نه از پیشوای دینش میگیره، چون اصلا دین نداره اونو که بردنش میگیره، دینی نداره که پیشوا داشته باشه، همش مادیات و هیچ کاری به خدا نداره. این توده‌ای تو دفتر فرح بودن، اونا اومدن اون نطق رو تهیه کردن و به شاه گفتن اگر تو این کارو بکنی میمانی، و شاه هم گول خورد.
بعدن هم خودش گفت من اشتباه کردم اون نطق. ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد بیان دادم به خلبان هواپیما، گفتم که اینو به عرض آسمان برسونه، به این نم گفتم که Welcome to your home, my leader. We are your soldier. ما سربازان شما هستیم که بلا فاصله خلبانم او یا به عرض آسمان برسونده بود. جواب گرفت، برگشت گفتش که آیت الله سید Thank you my sons. فرزندانم و پسرانم تشکر می‌کنم. حضرت امام گفت تنکیو مایسان. ای خدا چه چیزایی آدم میبینه. نه جانم، داستان توده‌ای نمیدونم در دفتر شاه و یا ملکه بود، اینا نیست. وقتی بخت برمیگرده، شما هر قدمی که برمیداری به ضرر شماست. ولی وقتی شاه بیاد بگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم، چیز بدی نیست. مگه خودش انقلاب سفید نکرده بود در فضای باز سیاسی و اسباب افتخارش باید باشه. ولی وقتی اجرا کننده منویات او آقای ازهاری است که باید عبا عمامه بگذاره نه لباس نظامی بپوشه، اون داستان پیش میاد. بعدم قلبشون میگیره و میذارن میرن. باری در اون شب مخصوصی که اشاره شده در روزنامه، جلسه مهم در نزد امام که بندم گزارشش کردم، اون خبرم بنده نوشتم، حکایت این بود که آقای مهندس بازرگان، مرحوم مهندس بازرگان، اصرار داشت با آقای خمینی که آقا جان شما میخوای خونریزی بشه، کشتار بشه، هنوز مطمئن نیستن از ارتش. جنرال هایی هم در ارتش هستن خیلی قدر قدرت، حاضر نمیشن، بدره حاضر نمیشه زیر بار بره. خسروداد، جهانبانی، اینا حضور دارن، هستن. و آقای مهندس بازرگان میگه آقا جان شما بیا یه مقدار آروم باش، ما با بختیار صحبت میکنیم، مجلس رو منحل میکنیم، یه انتخابات آزاد برگزار میکنیم، بعد این مجلس که در حکم مجلس مؤسسان هم خواهد بود تکلیف رژیم رو روشن میکنه. چون مهندس بازرگان به قول خودش میگه ما انتظار نم نمک باران بهاری رو داشتیم، نمیدونستیم سیلاب جاری خواهد شد. واقعا بازرگان و دوستانش هرگز انقلابی نبودن و هرگز نمیخواستن مملکت با انقلاب نابود بشه. این کاری که آقای خمینی کرد مملکت رو نابود کرد. و من وقتی این عکس رو نگاه میکنم، آقای سنجابی و کلاپوست رو میبینم، دوستان ملی قدیمی که بعضن چهره های اون زمان متبسمی دارن ولی خیلی زود اخم بر پیشانشون نشست، متأثر میشم که چرا روشن فکران یک مملکت تحت تأثیر اون فضای چپ زده فقط نفرتن، فقط تخریبن. آها، ما احتیاج به انقلاب نداریم، ما احتیاج به اصلاحات داریم. شاه مریض داره میره، پسرش که بیاد یه بچه درس خونده فهمیده، اگر بیاد اون آرزوی سوم مشروطه خواهان، گفتم تو قسمت اول برنامه، پیاده خواهد شد. هیچ کدوم به این فکر نمی کردیم. بزرگترهای ما انباشته ان نفرت، فکر میکنه الان کیف داره محمد رضا شاه رو ذلیل ببینن، عشق میکنه. به به، دیدی چی کارش کردیم؟ کاخ بریزن ویران کنه که چی بشه؟ آقای خمینی گفت بله، کوخ نشینانو ما کوخشونو درست میکنیم. اومدن شهر هیچستان درست کردن، ناکجا آباد، بی نظم و ترتیب، هر کی رفت یه گوشه دو تا دیوار برد بالا و این شد هدایای انقلاب. من فهرست قیمت خانه آپارتمان رو داشتم نگاه میکردم. زعفرانیه متراژ متر مربع 175 متر، قیمت متری 1,600,000 تومان. یک بله 16 میلیون تومان متری.
صاحب قرانیه 11,300,000 تومان، زعفرانیه 12,000,000 تومان. همینطوری میاید الهیه 360 متری، 10 متری 10,000,000 تومان. و همینطوری میاید زعفرانیه باز 190 متر، نوساز متری 10,200,000 تومان. این میشه آپارتمان های لوکس. آپارتمان هایی که دوزوی زعفرانیه به بازار عرضه شدن، یک واحد مسکونی سوپر دولوکس به متراژ 245 متر مربع با کلیه امکانات در برج باغ، در برج باغ متری 13,000,000 تومان آماده فروش شده است. تصور بکنید در زمان تاغوتی که میگفتیم تاغوته، در زمان ایشون 1,000,000 تومان انقدر ارزشمند بود که کسی که داشت میشد میلیونر، و با 1,000,000 تومان شما زیباترین خانه ها رو میتونستید بخرید. حالا 3 میلیارد 4 میلیارد ارزش پول تا این حد کم میشه. وضع اقتصادی به گونه ایست که آدم تصاویر رو که میبینه پشتش میلرزه. نگاه کنید به تصاویر مردمی که در صف و در انتظار، و شاید گدو بیاید، در انتظار گدو. نگاه کنید مردم اومدن جلوی مغازه که حالا ماهی بیاره، گوش بیاره، یه چیزی بگیرن. تو سرما، تو برف، رو صندلی چقدر از برکات انقلابی که مصلحت جویی عده‌ای باعث شد آقا نفتو میفروشه، میاد در خونه ما شب به شب سهم ما رو میگیره، برق مجانی، آب مجانی. و من از حرف آقای دکتر یزدی که جهل بر ظلم غلبه کرد میگم نه، جهل بر عقلانیت و درایت یک ملت غلبه کرد. آقای خمینی عکس مار رو کشید، خیلی هم قشنگ کشید، پر نقش و نگار. منتها مردم عکس مار رو دیدن باور کردن، اون هیچی بزرگ رو باور نکرد، احساسشون رو درک نکرد. اون هیچی تمام احساس این مرد بود نسبت به ملت ایران، نسبت به وطنش. هیچ. وقتی شما به نقطه هیچی، nothing میرسید، میخواید چه آثاری از شما به جا بمانند؟ مردمی پر لبخند. یه بار براتون گفتم حسین خمینی با ابو خالد اللحام که نماینده عرفات بود اومده بود ایران، بر بام شراتون شام میخوردن در یکی از شبهای تابستان که تهران هم زیر موشک باران بود. میگفت که یه خانواده اومدن اونجا نشستن، شروع کردن غذا خوردن و جوک گفتن و خندیدن، تا چشمشون به عمامه حسین افتاده بود لبخنداشون رو خورده بودن. بعد حسین پاشده بود عمامهش رو برشته بود رفته بود سر میزشون و عذرخواهی کرده و گفته بود ببخشین پدر بزرگ من لبخند رو از رو لبانتون قیچی کرد، ما رو که میبینید فکر میکنید عزرائیل رو دیدی. این حکایت رژیمی است که مدعی بود رژیم گذشته فاسده، رژیم گذشته آلوده است. یه آقایی هست، حالا اسمشو کامل نمیگم، درد سر پیدا، سین در موناکو زندگی میکنه، فقط یک رقم معاملش برای جمهوری ولایت فقیه 4 میلیارد دلار بوده. بابک زنجانی تنها نیست، چپ و راست رو نگاه کنید بابک های زنجانی فراوانه و همه جا هستن. بنابراین انقلابی که آقای خمینی بشارتش رو داد برای ما مصیبت آورد. حالا امروز که داریم فکر میکنیم، خب آقای روحانی اومده یه حرفایی هم میزنه که به گوش ما قشنگه، حرفای مطبوعی است. دولت یک جاست، نظام یه جای دیگه. دولت میخواد آدم باشه، آدمی عمل بکنه، عقلانی عمل بکنه. آقای ظریف میره با جانکری ملاقات میکنه، اما امام جمعه یالقوزآباد فوش میده. حالا اون کوچیکش امام جمعه تهرانم که این قیافه احمد خاتمی رو هر بار من میبینم میگم ملک الموت باید دقیقا شبیه این آدم باشه. خب اون میاد ناسزا به آمریکا میده، به طرفداران آمریکا، و دنیا انگشت حیرت به دهان، چی میگن اینا؟ هدفشون چیه؟ آقای ظریف رفت در کنفرانس امنیت مونیخ که از همه جای جهان آمده بودند با
آقای ملاقات کرد با آقای جان کری و با دیگران. اما در یه جلسه سخنرانی شرکت کرد که امیر ترکی الفیصل که قبلا رئیس اطلاعات سعودی بود، سفیر سعودی در لندن و بعد در امریکا، الان هم رئیس بنیادی است به نام پدرش که بنیاد فرهنگی است، اونم حاضر بود. و آقای خیلی به درستی آقای ظریف صحبت گفت که ما علاقمندیم با عربستان، با کشورهای همسایه‌مون روابط نزدیک داشته باشیم. یه جمله امیر ترکی گفت خیلی جالب بود، گفت ببینید ما 34-35 ساله اقوالی رو که میشنویم در بینش هم بد و هم خوب هست، طبیعی قولی که آقای خاتمی میگوید به گوش ما دلپذیره، اما باید دید افعال چگونه است. جمهوری اسلامی سرگیجه این اقوال و افعال رو داره و همونطور که در آغاز انقلاب به ملت ایران دروغ گفت، الان هم داره دروغ میگه. و نمونه که آقای اوباما در صحبتاش اشاره میکنه و تاکید میکنه ما داریم نگاه میکنیم، مرحله اختباره، بالون آزمایشی فرستادیم بالا، داریم دقت میکنیم، تنظیم میکنیم، ببینیم جمهوری اسلامی کجا داره میره، مسیر و راهش کجاست. آنطور که از اخبار میشه تجزیه و تحلیل کرد، الان رسیدن به مسئله آب سنگین، اون مسئله فردو، مسئله نتنز، اینا همه فعلا به خوبی جلو رفت. مسئله آب سنگین عراق و این مذاکرات بعدی است. به اعتقاد من ما شاهد این خواهیم بود که این روند به طور طبیعی و آرام جلو خواهد رفت. مهم اینه سر شش ماه جمهوری اسلامی چه انتظاراتی داره و غرب حاضر چه امتیازاتی رو بده. الان 4.5 میلیارد 5 میلیارد دلار از پولای خود ایران رو اجازه دادن قسطی 17 روز یه بار بردارن. باید نگاه کرد که بعدن چه خواهد شد، آیا چنین اجازه ای رو تمدید میکنند یا نه. در حال منتظر میمانیم و میبینیم. در اخبار دیدیم که آقای کروبی از خانه که در حصر بودن منتقل شدن به یه خانه وزارت اطلاعات زیر نظر. حالا تفاوت این دوتا رو من نمیدونم چیه، شما در حصر نگه داشته شوید و بعد برید به خانه وزارت اطلاعات، در هر دو شما مجال حرکتی ندارید. ایشون اولا رو تخت بیمارستان بعد از عمل کردن و فرزندش هم کنارش هست. کروبی مصیبت زیاد دید، سه خواهرش در دوران بازداشت او به رحمت خدا رفتن. اینا یادمون باشه. حالا میان به من میگن آقای نوری‌زاده یادت رفته کروبی چی بود؟ نه یادم نمیره، هیچ کدوم اینا رو یادم نمیره چی بودن، ولی زمانی که موضع شجاعانه میگیرن این رو باید تقدیر کرد. من یه ویدیو دیدم، نمیدونم وقت داریم ببینیم یا نه، یه ویدیو دیدم از آقای علی اکبر موسوی خوئینی در مجلس، ده دقیقه بهش مجال دادن که صحبت کنه. من واقعا شهامت او رو ستایش میکنم و اینو تو برنامه بعدی حتما ازش استفاده خواهم کرد. و این به نظر من خیلی جالبه که ما درباره عملکرد آدم‌ها، تأثیرشون و جایگاهشون صحبت نگیم که آقا این قبلا اینجوری بود. خب بود، همه اون ملت، اکثریت اون ملت انقلابی بودن. یادم از کارمندان ساواک وقتی جلوی نخست وزیری جمع شدن اعتراض میکردن چرا حقوقشون قطع شده، اونا هم شعارهای انقلابی میدادن. همه نوعی تب زده بودن. گفتن به من یک نواری از آقای پور محمدی داریم، اونم جالب، این چهره از اون چهره های آلوده است که تا روز آخر عمرش هم آلوده خواهد ماند. این آدم در قطعهای بسیاری دست داشته و آدم فاسدی هم است، مثل محسنی اژه‌ای دادستان کل ولی فقیه. نگاه کنیم، پاکسازی مدیران آلوده از سازمان تغذیه بود که متاسفانه در برخی از شعب ناسلامتی وجود داره، متاسفانه به روش ناصحیح دریافت و پرداخت رشوه و یا به علل دیگه احکام ناصحیح صادر میشه و حقوق بیت المال یا حقوق مردم داره ضایع میشه. چند ماه
پیگیری شد، شناسایی کامل صورت گرفت و خب الان بیش از 10 نفر از مدیران، رؤسای شعب و مستشاران و رؤسای دفتر تا کنون دستگیر شدن. اعترافات متاسفانه متعددی هم نسبت به تخلفاتشون داشتن. ما مصممیم که جدی این مسیر رو ادامه بدیم. ما مصممیم، یعنی خود آدم که ام الفساده یا ابوالفساده، این آره میخواد مصممه که با مدیران رشوه بگیر مقابله کنه. محسنی اژه‌ای دو انسان رو از هستی ساقط میکنه، برج افراشته رو میکشه به جیب به نام خودش، او میخواد موقع با فساد مبارزه بکنه. این آره که آدم میبینه براش جالبه که در جمهوری ولایت فقیه ما در کجا هستیم. به خاطر برنامه‌های ویژه انقلاب و اینا ما یه مقدار از برنامه‌های دیگه‌مون غافل شدیم، ولی باید من بهش اشاره کنم. یه تیتری الحیات زده بود: باران بشکه‌های منفجر شونده بر سر مردم حلب. فکر کنید یک رژیمی با هواپیما و هلیکوپتر از بالا بر مناطق مسکونی بشکه‌های پر از بنزین، مازوت و مواد منفجر فرو بریزه و بر مرگ مردمش از مرگشون شادمان باشه. در لبنان، در سوریه اوضاع خیلی بدجوری است. یعنی الان غیر از درگیری های نیروهای آزادی خواه، ارتش آزاد با نیروهای رژیم جنایتکار بعثی سوریه، جنگ بین خود بین ارتش آزاد و گروه داعش، سازمان اون دولت اسلامی عراق و شام به شدت در جریان و این دولت سوریه به داعش کمک میکنه در بعضی از مناطق مسلط بشن و میخواد به دنیا بگه نگاه کنید اینا دارن میان. و این هم یکی از حقوق بازی های دولت سوریه است. در عراق ارتش مالکی شهر فلوجه رو محاصره کرده و الان خبرهایی که میرسه تعداد زیادی از مردم غیر نظامی فلوجه و انبار اینا کشته شدن، یه عده زیادی شهر رو رها کردن رفتن و داعشی که گفتم گفت ریش شاه میگفت ریش آخوندها رو بالا بزنید زیرش نوشته Made in Britain، حالا ریش این داعشی ها رو بالا بزنید Made in Damascus و Made in تهران رو توش قشنگ میبینید. دستاموزان آنها هستند. رژیم جمهوری اسلامی با طالبان نرد عشق میبازه، با القاعده هم همینطور، تماما اینا دستشون به نوعی تو دست یک دیگر. به هر حال به آقای مالکی هم اخطار دادم که اگر شما ادامه بدید به این روش و رفتارتون، دولت آمریکا هم زیاد دیگه قادر نخواهد بود از شما حمایت کنه. آقای اسامه نجفی رئیس پارلمان عراق و فراکسیون متحدون که قبلا با العراقیه بودن، در سفر به آمریکا از آمریکایی‌ها خواست عشایر رو مسلح کنند. آمریکایی هم تجربه صحبه رو داشتن، تجربه موفقی بود و حالا دیروز اعلام شد که آمریکایی ها سلاح دادن. خدا رحم کنه، چه خواهد شد؟ عراق دردناک. جمهوری اسلامی هم خب حضور داره، سپاه قدس آقای قاسم سلیمانی هم حضور داره و اینها همه برای ویران کردن عراقی است که مردمش در فردای سرنگونی صدام با شادمانی گمان میکردن به آزادی و دموکراسی رسیدن. اونطور مثل همه جا آمریکایی‌ها وقتی میرن پاشون رو که میذارن بیرون، آنچه پشت سر میذارن غیر از یه مورد ژاپن و تا حدی کره جنوبی، پشت سرشون آنچه میذارن برادرکشی و جنگ داخل. اقلا انگلیس‌ها وقتی میرفتن یه سیستمی میذاشتن، احزابی میذاشتن، همین بنگلادش و پاکستان اینا رو نگاه کنید، یه انتخاباتی میذاشتن. ولی من میگم آمریکایی‌ها چرا انقدر بی فکرن؟ میرن یه جا ظلمو میکنن، استبدادو برمی‌دارن، ولی بعد آنچه در جای او میگذارن تلخ و در مصر مبارک متحد همیشگیشون بود کنار زدن که آقای مرسی بیاد و درود بر مردم مصر. مردم مصر ایستادن مقاومت کردن. جنرال عبدالفتاح سیسی هم قراره تا همین چند روزه دیگه رسما لباس نظامی رو بکند، لباس مدنی بپوشد و در انتخابات شرکت کنه. دیروز هم آقای همدین صباحی، نفری که در انتخابات قبلی سوم شده بود، ضمن صحبت‌هایی که می‌کرد
گفت که اگر سیسی نامزد بشه من نمیام تو انتخابات، چون نمیخوام آرا بشکنه، نمیخوام مردم یه عده دنبال ارتش برن یه عده باز. ما همه باید متحد باشیم در برابر افریتی به نام اخوان المسلمین، باید بریم و بیستیم. یه گزاری هم به یمن بکنم که اوضاع باز خیلی بده. در یمن که کنفرانس آشتی ملی تموم شد، یمن رو تبدیل به اقالیم کردن یا استانهایی که خودمختاری در داخل دارن، ناگهان حوثی ها با حمله به تشکیلاتی که مال قبایل آل احمر در قبایل هاشد بود، خانه اونا رو ویران کردن و در مناطقی در شمال یمن به پیشروی ادامه میدن. ریششون رو برید بالا، زیرش نوشته میدین قم، دستاموزان مکتب ولایت فقیه هن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.